به نام ایران. بیایید به خاطر بسپاریم که آنچه بیش از هر چیز به قربانی آسیب می رساند سکوت تماشاگر است، نه بیداد ستمگر. امروز با خبر شدیم که حکم اعدام آزادی خواه عزیزمان رضا رسایی تایید شده است. به همراه عادل خوشکار، حبیب دریس، مجاهد کورکور، منصور دهمرده، عباس دریس و میلاد آرمون و بیش از 40 نفر از عزیزان این سرزمین در صف قتل حکومتی قرار گرفته است. حاکمیت هر زمان که با شکست در سیاست‌های خارجی و داخلی مواجه می‌شود، از جوانان ایران زمین انتقام سخت می‌گیرد. یک روز با روانه کردن مزدورانش در خیابان‌ها به عنوان گشت ارشاد به آزار و اذیت زنان و دختران سرزمین می‌پردازند و روزی دیگر با صدور احکام ظالمانه و ساختگی اعدام برای زندانیان سیاسی و آزادی خواه و روزی دیگر با ایجاد پروپاگاندا و مانور رسانه‌ای در جهتی دیگر ملت را سرگرم می کنند و در خفا فرزندان مظلوممان را اعدام می کنند. یادمان نرفته رضا رهنورد و محسن شکاری را چگونه در بیخبری اعدام کردند، زیرا حواس رسانه ها در جای دیگر و مشغول به شخصی دیگر بود. ما در مقابل این لجام گسیختگی حاکمیت سکوت نکرده و نخواهیم کرد. همان گونه که 4-10 هفته پیاپی هر سه‌شنبه به خاطر اعدام آزادی خواهان به صورت دست جمعی در زندان قزل‌حصار در اعتصاب قضا هستیم. در صورت اعدام هر یک از عزیزان آزادی خواه نه تنها سکوت نخواهیم کرد که بلکه از گزینه‌های بیشتری برای پیشگیری از جنایات حاکمیت استفاده خواهیم کرد و از ملت آزادی خواه ایران، خصوصا فعالان سیاسی و مدنی و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری می‌خواهیم در برابر ظلم ظالمان سکوت نکنند که سکوت شما خیانت به خون جان باخته های راه آزادی ایران است. قبل از اینکه تنابی برای گردن های آزادی خواهان ایران بافته شود، صدایشان باشید تا حسرتی دیگر توسط حاکمیت قتل و جنون بر دل ملت نهاده نشود. نه به اعدام. رضا سلمانزاده و زرتشت احمدی راغب از بیدادگاه